خب دوستان و همراهان همیشه کانال حسین نظیر MMA، درود بر شما. از سالن شهدای هفتم تیر در خدمت شما عزیزان هستم. محل برگزاری مسابقات قهرمانی لیگ برتر کشور، دو تیم اموسازان هوتن و بانک شهر در مقابل هم قرار گرفتند. عبدالمجید گدایف روس با دانده آبی برای اموسازان هوتن کشتی میگیره و در مقابلش محمد رمضان پور دلاور کشورمون برای بانک شهر با دوانده قرمز. ببینیم چه میکنه در مقابل این کشتیگیر قهار و کشتی بلد روز. گاردش رو کاملا رمضان پور پایین آورده تا اسیر زیرگیری های برقاس های گدایف نشه. رو به جلو دستش بهتر داره کار میکنه. بله، داور هم همین عقیده رو داره و به رمضان پور از بانک شهر تذکر میده که کمکار دستاش باید بهتر کار کنه. اگر همینطور ادامه بده شادکراک رو میزن بروی رمضان پور و تماشاچی هم یک پارچه گدایف رو تشویق میکنن. هواداره اموسازان هوتن دوستان که تیمش ببره رو به جلو. کارده رمضان پور کاملا پایینه، دستای گدایف داره بهتر کار میکنه. گدایفی که مدال نایب قهرمانی امیدهای جهان رو به گردن داره، قهرمان اروپا شده. حالا شاتکراک رو میزن به روی رمضان پور. دستای گدایف بهتر کار میکنه تا به اینجا کار. اگر نتونه امتیازی بگیره یک امتیاز برای گدایف ثبت خواهد شد. کشتیگیر روسی که برای اموسازان داره کشتی میگیره همچنان رو به جلو و رمضان پور رو به عقب داره کشتی میگیره. منتظر اشتباه از گدایف هست تا پول و خوش رو به اجرا بذاره. هر از گاهی قوس میکنه، قوس سنگینه دیگه. خب حالا 30 ثانیه به پایان میرسه و یک امتیاز برای گدایف ثبت میشه. یه لحظه حالا همین بلافاصله بعد از 30 ثانیه یه لحظه پیش انداخت، خاک کرد و یه بار انداز دیگه هم زد. چه کشتی 5-0 میکنه حالا عبدالمجید گدایف. هر چی کردن کشتیگیره زیرک و کشتی بلدیه، قهرمان امیدهای جهان شده. یک بار دیگه تو سرشا در میان توشک دستا یک بار دیگه میرفت که به سبک روس ها پیش بندازه رمضان پور رو. یک بار دیگه حالا پیش میندازه، یه دستو کشید، فشار زیادی حالا به سرگردن رمضان پور میاره. داره می با این فیتو رو جمع جور کنه. این با چه زیرکی دور زد. هنوز چیز که دو کشتی رد توشک خارج نشدن. دست و زیره که سعی میکنه که رمضان پور رد توشک خارج کنه. قد و قواره به تن و بدن رمضان پور عضلانی تر هست نسبت به گدایف روس. ولی خب گدایف که داره کشتی رو اداره میکنه و خوب داره کشتی میگیره. حالا به داور تذکر میکنه که دو بنده منه گرفته. حالتا میتونست درخواست چلنج کنه اگر واقعا اینطور بود. خب 20 ثانیه تا پایان 3 دقیقه اول زمان داریم. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. رمضان پور باید حمله کنه و امتیاز بگیره. 5 امتیاز عقب افتاده و 3 دقیقه اول داره تموم میشه و سالون هم یک پارچه گدایف رو داره تشویق میکنه. البته سوء تفاهم نشه دوستان، نه اینکه ایرانی رو در مقابل یک روس دارن روس رو تشویق میکنن، فقط به خاطر اینکه دوست دارن که اموسازان هوتن برنده بشه و گدایف هم داره برای اموسازان هوتن کشتی میگیره. خب دوستان پیج اینستاگرام ما رو هم فراموش نکنید، حسین نظیر MMA. اطلاعات مربوط کشتی رو اونجا هم میتونید پیگیری کنید. توضیحات لازم رو رضا یزدانی دلاور سالهای دور کشور بود پلنگ جویبار داره میده به شاگردش، شاگردش که تا به اینجای کار 5-0 عقب افتاده از کشتیگیر زیرک و کشتی بلد روس. ببینید چه میکنه دست دقیقه دوم. محمد رمضان پور که سال گذشته نفر دوم جام تختی شد در فینال به کشتیگیر گرجستان کشتی رو برگزار کرد. خب منتظریم تا یزدانی هم به روی صندلی خودش بنشینه و اینجا با سوت داور 3 دقیقه دوم آغاز میشه. وزن 65 کیلوگرم، دو بنده قرمز محمد رمضان پور برای بانک شهر و دو بنده آبی عبدالمجید گدایف
روس با دونده آبی که داره برای امبو سازان هوتن کشتی میگیره. سه دقیقه دوم هم رو به جلو، یه لحظه حال میشینه بغل برای مچپا، مچپا از آن خاک کرده رمضان پور، ببینیم میتونه خاک کنه یا نه. چه زیرک خود رها کرد، یه تق زد به خودش رو رها کرد دستای رمضان پور، مثل برق باد به پای کدیف رسید ولی نتونست خاک کنه. یک بدون سرگنه هم یه کار میکنم، باز هم دستای کدیفه که داره بهتر کار میکنه. خب داور میگه که ضربه زده، درسته تو گوس های سه دقیقه اول هم یه جوری خشن گوس میکنه، یعنی بدون که دست رو بذاری رو سرگردن گوس میکنه، با فاصله گوس میکنه و نشون میده که داره ضربه میزنه همزمان که بخواد گوس کنه. و همین خاطر داور درخواست یک اختار و یک امتیاز برای کدیف میکنه. ببینید گوس هایی که میکنه چون با فاصله داره یه جوری انگار ضربه میزنه به سر حریف. خب ببینیم چه میکنه در ادامه کار. دستیره که کدیف رو به جلو، دستاش بهتر داره کار میکنه. ببینیم داور میخواد از اکاری کمکاری بده، یه لحظه از دور نشست برای زیر دوخم ولی نتونست دستای رمضان پور عبور کنه. رمضان پور این بار هوشیار بود، یه بار دیگه زیرگیر از کدیه ولی تو برگشت رمضان پور که مچ پاره یک بار دیگه از رو خود میکنه. ببینیم میتونه این بار خاکش کنه یا نه. نباید پر رو رها کنه، سرگردن رو بالا بیاره خاک کرده. ببینیم اینجا دیگه باید کار رو تموم کنه. چقدر انعطاف بدنی خوبی داره این کدیف روس، نمیخواد امتیاز بده. سرگردن رو یه لحظه حالا گرو گرفته بود، میرفت که سر تا یکی رو جمع کنه، یعنی توشک خارج میشه و یک امتیاز از دست میده کدیف روس. خب حالا یه رقص پا میکنه مجید محمد رمضان پور، گوشیگیره مانکه شهر. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. یک دقیقه زمان داره تا پنج امتیاز عقب افتادش رو از این کشتیگیره چغر روس به جبران کنه. غیر ممکنی ولی کار سختیه. بدیم فکر که سرحال نشون داده تا به اینجای کار، میتونه دوباره زیرگیری کنه از این کشتیگی. زیرهای خوبی داره میده، دو سه بار به پار رسید، یک بار نتونست خواهی کنه ولی دور دوم هم اتاشه خارج شد. بره برای زیرگیری، گارد کدیف بالا اومده. 30 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم، یه لحظه رو خالی کرد رمضان پور، داره عقب میکشه، دیگه زمانی نداره تا بخواد عقب بکشه، هرچه در توان داره باید رو کنه تا یه بار برای بانک شهر رقم بزنه. 10 ثانیه و رمضان پور میره که بازنده میدان باشه. خب عبدالمجید کدیف یه بار دیگه برای انبوه‌سازان هوتن رقم میزنه اینجا. خب دوستان با لایک و کامنتاتون به ما انرژی میدی و ما رو در ادامه مسیرمون مصممتر. خب محمد رمضان پور از بانک شهر کشتی رو واگذار میکنه به عبدالمجید کدیف از انبوه‌سازان هوتن. تا درود دیگر، بدرود دوستان.